بر قله پیروزی دوم سموئل سه در میان خاندان داوود و خاندان شاول جنگ در گرفت و ادامه پیدا کرد تا داوود روز به روز قوی تر و طرف ضعیفتر تر شد ابی نیر فرمانده نیروهای سلسله شاول نیرومند شد تا روزی از شاه ایشبوشت خشکین گشت و برای داوود پیغام فرستاد که دل من با توست و دل بنی اسرائیل را به طرف تو برمیگردانم ابی با سران قوم وارد مذاکره شد که در گذشته میخواستید داوود شاه شما باشد پس جلو بیایید چون خدا فرموده به دست داوود بنی اسرائیل را از چنگ فلسطینی ها و تمام دشمنان نجات میدم وقتی ابینیر از هبرون برمیگشت یوآب فرمانده نیروهای داوود او را کنار کشید و زد و کشت داوود که شنید گفت در حضور خدا من و سلطنتم از خون ابینیر بری هستم و تا عصر به سوک نشست چیزی نخورد مردم که این را دیدند خشنود شدند در واقع هر چه داوود میکرد مردم را خشنود میکرد و همه فهمیدند که داوود شریک قتل ابی نبوده است داوود به مردم گفت امروز مرد بزرگی در بنی اسرائیل از دنیا رفت و من با اینکه پادشاه هم، اما ضعیف هم خدا حق شریران را کف دستشان بگذارد بر قله پیروزی داوود بر امالیق پیروز شد هرچه از دست داده بود به دست آورد و با صبر منتظر نقشه خدا برای قدم بعدی بود وقتی خبر رسید که شاول و یوناتان در جبهه کشته شدند داوود فهمید که مقام رهبری قوم بنی اسرائیل در دسترس اوست و زمان انجام وعده های خدا رسیده است با وجود این به فکر خودش نبود خوشی آن لحظه ها در غم مرگ دوست عزیزش یوناتان فراموش شد و در سوک آنها نوه سرداد و گریست به روشنی دیده میشد که داوود برای خدا انتظار می کشید. قرار بود خدا او را به سلطنت برساند مقام رهبری قوم خدا حق او بود خدا برای همین او را مسح کرد اما آنچرا هم که خدا به او وعده داد بدون هدایت مستقیم خدا نمیخواست به دست گیرد پس با صبر منتظر دستور خداوند مان دعای داوود آیا بروم و کنترل یکی از شهرهای یهودا را به دست گیرم خداوند برو داوود به کدام شهر؟ خداوند هبرون داوود در آنجا شاه شد سرانجام جای پایی برای او پیدا شد و هفت سال و نیم در شهر هبرون بر یهودا سلطنت نمود در آن گیرودار ابی نیر سردار لشکر شاول ایشبوشت پسر شاول را به سلطنت رساند تا از فروپاشی خاندان شاول جلوگیری کند. جنگ بین خاندان داوود و سلسله شاول بالا گرفت. اما داوود روز به روز قوی تر و ایشبوشت روز به روز ضعیفتر گردید. سرانجام ابینیر فهمید که در اشتباه است و بر ضد خدا می جنگد. پس با نظر داوود یک سفر سراسری کرد و دل مردم را به طرف داوود برگردان وقت رسید که مردم دست به کار شوند و در برابر داوود سر تسلیم فرود آورده او را به سلطنت رسانند با اینکه ابی زنده نماند تا در مراسم جشن شرکت کند چون یوآب سردار لشکر داوود او را به قتل رساند ولی به زودی داوود شاه بنی اسرائیل و رهبر قوم خدا شد این حکایت بود اما خوشی در دلم موج میزند چون روح القدس درباره مفهوم این واقعی عهد عتیق در دلم صحبت میکند از خدا میخوام با شما هم صحبت کند بسیاری از ما مثل بنی اسرائیل بوده ایم که ابی درباره داوود با آنان صحبت کرد ما هم مثل آنها خواستیم پسر داوود بر ما سلطنت کند و به فکر بودیم که حاکمیت عیسی مسیح چه تجربه عالی است چه پرجلال است که زیر نفوذ خدا باشیم و با دستورات آسمانی زندگی کنیم کیفیت آن زندگی با اینکه الان داریم تفاوت آن از زمین تا آسمان است بارها به چشمانداز آن فکر کردیم و به دلایلی دودل بودیم مشکلات زیاد، نتیجه جدی، پیچیدگی و دخالت در زندگیمون فراوان. خداوند هم مثل داوود قدرت و اختیار خود رو بر ما تحمیل نمی کند. مثل داوود آنچه به او واگذار کنیم به دست می گیرد. داوود در وقتی به هبرون رفت که به او پیشنهاد شد و هنگامی که تمام بنی اسرائیل از او درخواست کردند آنها سلطنت کرد او قدمی بدون دعوت بر نمی داشت به همین طور خداوند ما عیسی مسیح فقط آنچه از زندگیمون به او تقدیم کنیم به دست می گیرد. هرگز ناخونک نمی زند. خود را به ما تحمیل نمی کنند. خدا ما را ببخشد. چون بعضی از ما به او هیچ چیز نداده ایم. شایدم نمیخواهیم اقرار کنیم ولی بر ضد او یاقی هستیم و با او در جنگی دیگران به او مثلا هبرون را تقدیم کردند ما آنچه هم به او دادیم نخواستیم در انحصار طلبی ما دخالت کند اگر به او خیلی چیزها بدیم اما همه را ندیم هرگز روی صلح و آرامش نمیبینیم امروز در زندگی بسیاری از مسیحیان جنگ داخلی برپاست نفس، حکومت شاول، با روح، ملکوت داوود درگیر شده و کشمکش دردناک است ما به هر قیمتی تقلا می تا حکومت متزلزل من کمی بیشتر سر پا بماند تا اگر بشود حقی هم برای خودمان حفظ کنیم و کمی هم به راه خودمان بریم میخواهیم به هر قیمتی شده آزادیمونو از دست ندیم احساس میکنیم باید حاکمیت من بر سر قدرت بماند تا با مسیح مصلوب نشود بنابراین نبرد درونی با شدت ادامه دارد با این حال به کلیسا میریم به وعظ واعظ گوش میدیم و پیغام کلام خدا را میشنویم چقدر شیفته این نفس ناز پرورده هستیم که خدا میخواد به صلیب بکشد تا زمانی که این کشمکش ادامه دارد اثرات فاجعه بار آن در زندگی ما باقی میموند و ما روی آرامش نمیبینیم به جز روح القدس هیچ نیروی نمیتواند ما را وادار کند تا اختیار زندگیمونو به دست خدا بسپاریم روح القدس پیروزی، برکت و قدرت میبخشد تا در دستهای خداوند ظرفهای عزت باشیم مقدس و مستعد برای هر عمل نیکو و نافع برای مالک خود خدا حالا وقت اقدام و عمل است وقتی است که در دلت بگویی مرگ بر شیطان و جلال بر خداوند عیسی مرگ بر ابلیس قاسب جلال بر نجات دهنده عزیزم که با خون خود مرا خریده است گناه و من از تخت دلم سرنگون باد و خداوند بی بر تخت دلم برقرار چه تجربه عالی است که در به کسی تعلق داشته باشیم که هرگز در هیچ نبردی شکست نخورده است در گذشته بارها خواسته اید که عیسی مسیح پادشاه دل شما باشد پس حالا دست به کار شوید دلایل محکمی وجود دارد که باید الان اقدام کنی و شاه شاهان خداوند ما عیسی مسیح را در دلت تاجگذاری نمایی تا این خاطری دلنشین تا ابد در دلت زنده بماند همین الان از شیطان به کلی ببر و با تمام وجودت با عیسی مسیح بپیون در گذشته چه خاطرات تلخی از شیطان و چه خاطرات شیرینی از پیروی عیسی مسیح خداوند داشتی حالا پشت بر جهان و رویت بر صلیب در پیش بیا هر روزه چه ها نزدیک بود ایسای مسیح را پادشاه دلت کنی و قفلت کردی وقتی جوان بودی دلت نرم بود شاید پدر و مادر مسیحی داشتی ها متقاعد شدی که ایسای مسیح تنها نجات دهنده توست چون این پا و اون پا کردی و اقدام نکردی به این روز افتادی حالا یک لحظه درنگ کن و ایسا را پادشاه دلت قبول کن شاید در چرخش حوادث گیر کرده ای گناهان، لغزش ها، شکست ها، دلواپسی ها و دلهوره ها گاهی وعزی، سرودی، تماس محبتی یا دوستی تو را تا پای صلیب آورد و باز دنبال حوث های دلت رفتی و در گناه قلتیدی شاید هیچ یک از این زمینه ها را نداشتی ولی در تنگی ها بارها به فکر افتادی خدا کجاست؟ آیا دیگه درست میشم؟ آیا میشه به راه راست برگردم؟ آیا ممکنه از این گناهان و عادتهای دست و پاگیر آزاد بشم؟ برگردیم به داستان هر وقت حکومت شاول بی ظالمانه می شود, مردم آه می کشیدن تا داوود بیاد و نجاتشون بدن من میتونم از تجربیات خودم بگم و شما از زندگی خودتان که هر وقت حکومت ظالمانه گناه بیداد می کند, به فکر فرار می افتیم. گناه برای مدتی ما را افسون می کند فریب می به هیجان می آرد و لذت می داد. می و مطرب و زن و زیور ولی این نیز بگذرد مزه گناه می رود و زندگی خسته کننده می شد. من میدونم چون خودم در این کشتی بودم روزی تو هم مثل پولس ناله سر میدهی دهی که در چه تنگنای وحشتناکی گرفتارم کی میتوند مرا از چنگ این طبیعت مرگبار آزاد کنه؟ وقتی بنی اسرائیل متوجه شدند که دشمن سرزمین قوم خدا را میگیرد و میبرد به فکر داوود افتادند کجاسن چوپان جوان که با سنگ و فلاخون جولیات را کش و دشمن را تار و مار کرد زیر حکومت پوشالی شاول چه سودی آید ما شد و شعار میدادند حکومت بعد رهبر بعد نتیجه شکست همینطور که دشمن جان شما شیطان در زندگی شما نفوذ می کند و اخلاق عادات و فرهنگ شما را آلوده می کند لحظه هایی می رسد که وحشت می کنید و در حیرتید که سرانجام شما را به کجا می کشد. در این میان دلتون هوای ایسای مسیح را می کند پسر بی خدا آنجا در بالای تپه جلجتا چشم راه توست اما چقدر پستی و خاری است که بگی فقط گوشه ای از زندگیم مال تو ولی بیشتر و بیشتر مال خودم زیاد دخالت نکن نمیخوام زیاد مذهبی بشم کافیس از داوری خدا نجات پیدا کنم تو فقط شاه گوشه ای از قلبم باش نتیجه آن کشمکش بیشتر و جنگ داخلی شدید تر است اگر پیش از شناخت نجات دهنده ات، از چیزی به اسم آرامش برخوردار بودی وقتی یه گوشه قلبت را به او بدی نه همه را آن آرامش نسبی را هم از دست میدید و کشمکش و جنگ داخلی شروع میشه با اینکه در اشتیاق آرامش بخشش و نجات هستی اما روی آرامش نمیبینی آرزو داری این کشمکش درونی هر چه زودتر به پایان برسد که بین دو جناه موافق و مخالف جسم و روح به وجود آمده است اما هرگز هر بار بنی اسرائیل یکی از یاران داوود رو می دیدن که هوشیار، حساس و فعال بود یا خود داوود رو که دارای قدرت و پیروزی بود در دل خود می گفتن ای کاش منم مثل او بودم من از خجالت سرم و زیر می و این را میگم. شاید شما هرگز یک مسیحی حقیقی را ندیده اید که لبریز از روح القدس باشد نه اینکه سرش پر باشد و دلش خالی واقعی باشد نه مرتاز اونقدر آسمانی نباشد که به درد زمین نخورد بلکه دلش در آسمان باشد و پاش روی زمین همه کس رو همه چیز باشد کسی که جانها را سید کند و از گناه به کلی جدا بموند ای کاش همه ما مثل مسیح بودیم گاهی در سرت شور و در دلت شوق برای عیسی آمده است شاید به خدا پناه بردی دعا کردی با اعضای خانواده کلام خدا را خواندی به کلیسا آمدی راهات را اصلاح کردی ولی عوض نشدی میدونی راه مسیح راه حقیقی است آن را زیر سؤال نبردی حتی میدونی که شایسته است که عیسی پادشاه دل تو باشد هیچ شک نداری حتی عهد کردی تا یک روز که به قدر کافی پولدار شدی به جاه و مقام رسیدی به تمام هدفها و آرزوها آن روز حتی دیگه بحثی نداری که عیسی باید پادشاه دل تو باشد اما در تصمیم گیری یک قدم جلو نیامدی شاید آنقدر سنگ دل و بی تفاوت شده ای که امروز همونی که سالهای سال پیش بودی از اینها گذشته میخوام یه پیشنهاد بکنم فوری دست به کار شو الان این کارو بکن بیش از این این پا و اون پا نکن اگر خدا خداست پس اختیار زندگی تو به دست او بسپار و اگر پول خداست دنبال آن برو از این حالت خطرناک دودلی بیرون بیا حالتی که ایمان داری که کلام خدا حقیقت دارد اما نمیخواهی به ایمانت عمل کنی ممکن معلومات ما مغزی باشه اما ایمان قلبی نداشته باشی و به جهنم بروی بزار رک و پوسکنده بگم طبق کلام خدا یا عیسی مسیح باید پادشاه دل تو باشد یا نمیتوند نجات دهنده تو باشد داوود باید پادشاه تمام سرزمین بنی اسرائیل میشد تا بتوند قوم خدا را از چنگ دشمنان نجات دهد وگرنه جنگ داخلی ادامه پیدا میکرد و آرامشی برقرار نمیشد بسیاری میخوان عیسی مسیح آنها را نجات دهد ولی وقتی همه چیز رو به راه شد در وقت مناسب وقتی زندگی سر و سامان گرفت شاید آن روز نیاد و از نجات محروم بمونی اگر مسیح بدون چون و چرا پادشاه دل تو نباشد شیطان روی تخت دلت باقی میموند و تو گمراه و شکست خورده باقی میمونی ولی اگر عیسی مسیح خداوند پادشاه و فرمانروای کل کشور وجود توست تمام دشمنانت را پراکنده می کند طرز فکر او طرز فکر تو اراده او اراده تو فرمانهای او قانونهای تو و زندگی او الگوی تو می شود گر این دل از ایسا شود هر چیز رو شود زشتی رود زیبا شود تازه شود دنیا این قدم رو باید خودت برداری دیگری نمیتونه به جای تو تصمیم بگیره حتی خدا هم نمیتونه ایسای مسیح خداوند تا کنون حاکمیت خود را بر کسی تحمیل نکرده است در آن روز قدرت تو قوم تو با کمال میل پیش تو میان مزمور صد و ده سه چقدر دعا میشه چقدر در حضور خدا ناله میکنیم چقدر التماس میکنیم که امروز آن روز پرقدرت او باشد روزی که روح القدس با قدرت حرف بزند تا قوم خدا با کمال میل پیش خدا بیاید وقتی روح القدس کار میکند نیازی بر فشار نیست روح القدس در جواب دعا میاد ملکوت عیسی مسیح ملکوت زور نیست بلکه ملکوت محبت است تأکید روی میل و رضای توست به این معنا که رقیب تو شیطان باید سرنگون بشد فکر میکنی داوود و ایشبوشت میتونستن دوشادوش هم شاه باشن؟ هرگز تو هم نمیتونی هم به شیطان خدمت کنی و هم به مسیح جدا میگم که باید گناهان دلخواهت را ترک کنی آن گناهان پنهان که تا سرحد پرستش دوست داری همه باید از بین برند محبت به خودت غرور و شهرت باید زمین بخورند بگی نجات داری و در عین حال به راه و روش خودت زندگی کنی کفره خیال نکنیم که عیسی مسیح میخواد در راه های ناپاک و عادت های گناه آلودمان نازمون بکشد یا اجازه بدد به چنان رفتاری ادامه بدیم و بعد هم ما را به آسمان ببرد این طرز فکر به کلی کفره عیسی مسیح هرگز اجازه نمیده به کارهای شیطانی ادامه دهیم و پاداشمونم تاج عدالت باشد باید ناراستی جای خود را به راستی بدهد اگر بناس داوود شاه باشد باید ایشبوشت را گردن زد اما تو نمیتونی حتی یک گناه را سرکوب کنی خدا همچنین انتظاری از تو ندارد تو نمیتونی این عادت بد یا آن رفتار ناپسند را از خودت دور کنی اگه بکنی به شکل بدتر سر بر میکشد اگر به راستی میخواهی نجات پیدا کنی امروز باید با تمام دل به سوی خدا برگردی با دلی که عمدن از هر گونه دروغ گناه لغزش برمیگردد و در ناتوانی با توبه عمیق به آغوش عیسی مسیح خداوند پناه بیاوری شاید بگی این تعلیم انجیل نیست عیسی مسیح فرمود اگر چشمی که برات عزیزه باعث میشه تو گناه بکنی آن را از حدقه در بیار و دور بنداز بهتر بدنت ناقص باشه تا اینکه تمام وجودت به جهنم بیفته و اگر دست راستت باعث میشه گناه بکنی آن را ببر و دور بنداز بهتره یه دست داشته باشی تا اینکه با دو دست به جهنم بری در نام مقدس مسیح تأکید می کنم که این درخواست انکار ناپذیر روح القدس برای توبه است عیسی مسیح را پادشاه خود دانستن یعنی با تمام دل به سوی او برگردی و کاملا به او توکل کنی تا در دلت قوت و قدرت آورد و توبه تو سبب نجات تو گردد پس حالا دست به کار شو خدا کند روح القدس تو رو وادار کند تصمیم بگیری خدا تو رو در تنگنا قرار داده تا تنها راه نجات تو در تسلیم به حاکمیت پادشاهت عیسی مسیح خداوند باشد این کارو بکن اگر نه به جهنم میری خدا جهنم رو بیخود نیافری اگه مسیح را پادشاه دلت نکنی نیتهای خوب تو اعتراف ایمان تو معلومات تو از کتاب مقدس خدمات تو در گذشته کلیسا آمدن تو دلبستگی تو به کلام خدا تمام اینها بی اثر است مگر اینکه عیسی مسیح خداوند پادشاه دل تو گردد اجازه بده با منطق و استدلال صحبت کنم تو با شدت نیازمندی که عیسی پادشاه تو باشد گناه و غرور با سنگدلی بر تو حکومت کرده و زندگی تو ویران نموده تا کنون چه سودی آید تو شده است خدا عیسی مسیح را برگزید تا پادشاه تو باشد من پادشاه خود را برگزیدم جلو این پادشاه هر زانو خم و هر زبان اقرار ایمان می کند پادشاهی بهتر از عیسی مسیح خداوند کجا پیدا می شد؟ تنها پادشاه تو عیسی میتواند تو را از این زندگی ناگوار نجات دهد پس این قدم را الان بردار پولوس گفت در چه تنگ گی کرده ام خدا را شکر برای وجود عیسی مسیح تو هم به همون طور پیش عیسی بیا تا پادشاه تو و فرمانده تو باشد. دوم سموئل پنج یک تا سه را بخوان دعا کنیم ای خداوند ایسا تو را تاجگذاری می کنیم. هدایت فرما ای شبان اعظم کلیسا هدایت فرما ای پادشاه و نجات دهنده ما ما مال تو ایم در حضور پدر پسر و روح القدس زانو میزنیم و روح و جان و عقل و قلب و اراده و هستی و حیات خود رو به تو تقدیم میکنیم تسلیم تو هستیم تا ابد مال تو هستیم تو رو به پادشاهی خود انتخاب میکنیم الان این تصمیم را گرفتم و این قدم را برداشتم در نام پادشاهم عیسی آمین آمین آمین